جهان هستی هوایت را دارد تبدیل ترس به ایمان نویسنده گابریل برانسین مترجم زهرا صادقی انتشارات میلکان اجرا شیدا یوسفی فصل دوازدهم فصل آخر ابزاری برای عشق باش آخرین گام این کتاب شما را راهنمایی نمایی می کند تا ظرفیت پیوستن به من در مقام فعال حوزه معنویت را بپذیرید این کتاب به شما یادآوری می کند که اتصال به جهان هستی باید در خدمت هدف والاتری باشد نجات جهان این گام ها را دنبال کنید و دعوت مرا بپذیرید به من بپیوندید و نور باشید گام یک بیدار شوید این افتخار را دارم که شاهد باشم افراد زیادی ذات معنویشان را در آغوش می کشند. دیدن هوشیاری دیگران درباره اتصالشان به عشق باور نکردنی است اما اغلب میبینم که همین افراد آگاه چقدر از مسائل جهان بیخبرند یا شاید مطلعند زیرا اخبار میبینند و روزنامه میخوانند اما به این مسائل بی تفاوتند. از اینکه افراد معنوی فارغ از دنیا هستند غمگین میشوم با اینکه غرق شدن در اخبار را توصیه نمی کنم احساس می کنم وظیفه ماست که از آنچه در اطرافمان میگذرد با خبر باشیم. اگر آنچه اتفاق میافتد بی باشیم به دام بی تفاوتی می افتیم و اهمیت نورمان را فراموش می کنیم. آگاه بودن از تاریکی جهان آتش اشتیاقمان را برای پراکندن نور بیشتر تند می کند. هوشیاری الهام بخش ما برای صحبت کردن در زمان نیاز و دعا کردن برای افراد نیازمند است. آگاهی ما را به تمام روح های جهان که امتیازات ما را, ما را نداشته اند متصل می کند. آگاهی به ما یادآوری می کند که سپاسگزار شاد و مهربان باشیم بدون این آگاهی گیر افتادن در حقارت زندگی آسان است داستانهای خندداری که می بافیم، مشکلات احمقانهی که رویشان تمرکز می اینها باعث خودخواه شدن می اگر به هر نحوی بی تفاوت یا ناآگاه بودید، خودتان را بلا فاصله ببخشید. به خاطر داشته باشید که می توانید الگوهای گذشته را از بین ببرید و در قدرت زمان حال گام بگذارید. همکنون متعهد شوید که تمرکزتان را از حقارت به جهان اطرافتان متمرکز می کنید. هر روز زمانی را صرف پرداختن به اتفاق ج... اتفاقات جهان کنید و افکار محرامیز و دعاهایتان را وقف افرادی کنید که به آن نیاز دارند. گام دو به خاطر بیاورید که قدرت حقیقیتان در کجا نهفته است. متوجه باشید که برای ایجاد تغییر از چه قدرتی درخواست کمک کنید. یک فعال صلح عصبانی هستید یا برای بهبود جهان تلاش می کنید. آگاه باشید که چگونه امکان دارد از ترس به جای قدرت و از جدایی به جای اسلحه استفاده کنید. با آگاهی بیشتر از اتفاقات جهان خشم و ترس بیشتری تجربه می کنیم. درست مانند عصبانیت و خشم من در مورد خشونت در کشورم. عصبانی شدن ایرادی ندارد و تا حدی طبیعی است اما به یاد داشته باشید که قدرت حقیقی شما در خشم نیست کلید قدرت در رهبری کردن از جایگاه عشق است بنابراین خشم را احساس کنید و آن را با دوستی در, با دوستی در میان بگذارید. به خشم و ترس به عنوان آموزگارانی در مسیر برگشت به آرامش احترام بگذارید. سپس به سرعت به سمت عشق برگردید. با دعا کردن به قدرتتان متصل شوید. اگر احساس کردید که به قدرتتان نیاز مندید و میخواهید به آن متصل شوید از این دعا استفاده کنید. متوجه خشمم هستم برای واکنشم به تاریکی احترام قائلم. میدانم قدرت حقیقیم در نور بودن است. از انرژی و افکار مهرامیز می خواهم که در درونم جاری بشوند و الهام بخش من در عمل کردن با نیروی حقیقیم باشند. نقشتان این است که در مقام فعال امور معنوی با عشق در برابر ترس جهان حاضر شوید با بخشش و شفقت رهبری کنید بدانید که می توانید صدایتان را بالا ببرید برخیزید و با شکوه حاضر شوید شما این قدرت را دارید که تمام مرزها را با عشق از بین ببرید گام اکنون آرامش عشق در شما می درخشد در 388 از کتاب دوره آموزشی معجزات می گوید چرا منتظر بهشت هستید؟ کسانی که به دنبال نور می گردند فقط چشمهایشان را پوشاندند. نور همکنون در درون آنهاست. روشنگری چیزی جز شناخت نیست. روشنگری به هیچ وجه تغییر نیست. فکر می کنید باید برای تغییر زندگیتان اوضاع را عوض کنید. تمام چیزی که لازم دارید تغییر ذهن و به خاطر آوردن عشق است. نور درونتان را بپذیرید و جهان را روشن کنید. به هر حال به این نور ایمان داشته باشید. یقین و اعتقاد راسختان می تواند به دیگران کمک کند که عشقشان را به خاطر بیاورند. فقط به خاطر آوردن است که قدرت شفا دارد. همکنون نوری را که از درونتان می درخشد بپذیرید. پایبندی به زندگی در نور را اعلام کنید. به زخم که شما را به اینجا رساندند احترام بگذارید. مولانا می گوید نور از محل این زخم وارد می شود. ایمان داشته باشید که جهان هستی این زخم ها را برنامه ریزی کرده است. این زخم ها با نظم و ترتیبی عالی سر راهتان قرار گرفته تا با عشق در برابرشان حاضر شوید و نور درورتان را به یاد بیاورید. هر قدر هم که شرایطتان سخت باشد به آنها احترام بگذارید. به آسیب، درد و ترس احترام بگذارید. بدانی که در تمام این مدت آرامش عشق در درونتان می است. مهم نیست که در زندگی چه اتفاقی برایتان می افتد. این حقیقت هرگز تغییر نمی کند. آرامش عشق هرگز شما را ترک نخواهد کرد. هنگامی که ترس های جهان شما را از مسیر خارج می کنند به زمان حال برگردید و به یاد داشته باشید که آرامش عشق هنوز هم در شما می درخشد. داستان ها و افکار وحشتناک حواستان را از این حقیقت پرت می کنند. می توانید در زمان حال به سمت عشق برگردید و آرامش پیدا کنید. می توانید در لحظه ی حال اتصالتان به جهان هستی را احیا کنید و خودتان را از رنج و درد برهانید. گام چهار ابزاری برای عشق باشید. تجربه بهتر از عبور عشق از درونتان وجود ندارد. همانطور که با کمک اتصال به عشق زندگیتان را التیام می بخشید به سمتی هدایت می شوید که به دیگران در انجام همین کار کمک کنید. گاهی این هدایت شما را به سمت راههایی می برد که تصورش را هم نمی کردید. شاید این مسیر همیشه منطقی به نظر نرسد اما این ندا انکار ناپذیر خواهد بود. در طول زندگیم رهبران بسیاری را دیدم که از این ندای انکار ناشدنی تبعیت می کند. اپرا وینفری یکی از این افراد است. افتخار داشتم و به یکی از سلسله های اجراهای بابر او دعوت شدم. این برنامه داستان های حیرت آوری را درباره آموزه های معنوی و مذهبی از سراسر دنیا نشان می دهد. هر داستان شاهدی بر قدرت انرژی عشق جهان هستی است. این داستان ها تصویری از یگانگی حقیقی ارائه می دهند. او پرا در حین اجرای داستان چگونگی تولید مجموعه باور را تعریف کرد. او گفت که در دعاهایش از خداوند درخواست می کرده است که از او برای خیر و نیکی استفاده کند و پاسخی که دریافت کرده ایده ساختن این مجموعه بوده است. او با هزینه زمان و انرژی خودش این برنامه را می سازد. در انتهای صحبتهایش گریه کرد و سپاسگزار بود که انرژی عشق جهان هستی از طریق او و در برنامه چنین تأثیر گذار نمود پیدا می کند. همه ما این ظرفیت را داریم که به انرژی عشق جهان هستی اجازه بدهیم از ما برای بالاترین خیر استفاده کند. به همین دلیل اینجا هستیم که عشق را به خاطر بیاوریم و اجازه بدهیم از درونمان عبور کند ما را شفا دهد و الهام بخشمان برای خدمت کردن باشد هنگامی که در برابر این تعهد تسلیم میشویم دست به خلقت مشترک با جهان هستی میزنیم، می‌توانیم جنبش‌هایی فراتر از ظرفیت ذهنیمان خلق کنیم می توانیم به شفای دیگران کمک و به مردم سراسر جهان خدمت کنیم. سؤال ساده، چگونه از من استفاده می کنی؟ درها را برای عشق باز می کند تا از شک و محدودیت عبور کند. ترس نمی تواند در کنار عشق وجود داشته باشد. این آخرین گام کتاب است. ابزاری برای عشق جهان هستی شوید. هر روزتان را با این دعای ساده شروع کنید. چگونه از من استفاده می کنید؟ سپس عقب بیستید. اجازه بدهید عشق سکان زندگیتان را در دست بگیرد. کتاب دوره آموزشی معجزات می گوید شما آرامید و آرامش را همه جا به همراه خودتان میبرید. هنگامی که به جهان هستی اجازه می دهید شما را هدایت کند، شفا بدهد و مسیر را نشان دهد، آرامش را به خداگاهیتان باز می گردانید. عشق و آرامش هرگز گم نمی شوند. هنگامی که زندگیتان را با شکوه و عشق پیش می برید، حرکت حجمی از انرژی را در درونتان احساس می کنید. وقتی واجهی ندارید، واجه ها به سمتتان می آیند. وقتی از پا افتاده اید به شما نیرو داده می شود. وقتی احساس می کنید گم شده اید هماهنگی و حمایت به سراغتان می آیند. وقتی یقین ندارید به امنیت دست پیدا می کنید. در زمان خاتمه این کتاب فقط چند روز با جشن دهمین ده سال پاک بودنم فاصله دارم. این روز بازگشتم به سمت عشق را مشخص می کند. روزی که برای کمک در برابر جهان هستی تسلیم شدم. به جهان هستی اجازه دادم راهنمایم باشد و از بابت هدایایی که دریافت کردم در حیرتم. در حیرتم که چگونه به عشق اجازه دادم از طریق من اثرگذاری کند. از تغییری که کردم در حیرتم. از حمایت، عشق و هدایتی که دارم عمیقا متاثرم. از همه مهمترین که به خودم افتخار می کنم که تمایل دارم دنیا را از طریق عشق شفا بدهم. درباره این که ده سال پیش کجا بودم فکر می کنم. بیست و پنج ساله معتاد به مواد مخدر و بسیار متزلزل. دختری بودم که با ترس، شک، و یقین نداشتن زندگی می کردم. امروز زنی هستم که در نور زندگی می کند. تغییر من از آن شماست. همکنون در برابرتان قرار دارد. فقط باید عشق را انتخاب کنید. نور به و بدانید که جهان هستی هوایتان را دارد جهان هستی هوایتان را دارد تبدیل ترس به ایمان